در آستانه ماه محرم الحرام، ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام، گروه طالبان برای شیعیان و عزاداری حسینی در افغانستان محدودیت‌های تازه‌ای وضع کرده است. دستور تازه طالبان در محدودیت مراسم‌های عزاداری با واکنش‌های زیادی مواجه شده است. جزئیات بیشتر در گزارش فاطمه موسوی. در آستانه ماه محرم برخی منابع در افغانستان می‌گویند طالبان از شیعیان این کشور خواسته که از نصب داربست و پرچم‌های بزرگ مذهبی در سطح شهر خودداری کنند. طالبان همچنین باز کردن سقاخانه و توزیع نوشیدنی در روزهای محرم را نیز منع کرده است. در فرمان جدید طالبان گفته شده که در مراسم عاشورا هیچ کس نباید نمادهای مذهبی بر خودروها نصب کند. در این فرمان هشدار داده شده است که اگر برخلاف این دستور اقدامی صورت گیرد، فرد خاطی مجازات خواهد شد. گروه طالبان دلیل وضع محدودیت‌ها بر مراسم مذهبی شیعیان را مسائل امنیتی عنوان کردند. از سوی نیز هفته گذشته اداره استخبارات طالبان در چند منطقه شهر کابل و نیز در برخی شهرهای دیگر افغانستان از جمله مزار شریف، هرات و شهر نیلی، مرکز استان دایکندی مانع برگزاری عید قدیر خم شیعیان شدند. نیروهای طالبان روز شنبه 17 تیر در چند منطقه کابل پارچه نوشته های تبلیغاتی عید قدیر و داربست هایی را که برای توزیع نذری به این مناسبت نصب شده بود را جمع‌آوری کردند و مانع برگزاری مداحی های مذهبی ویژه شیعیان شدند. با این حال پس از وضع محدودیت های طالبان بر مراسم محرم، کفیل ریاست الوزرای این گروه با شماری از روحانیون و منتفذین و شیعیان دیدار کرده و خواهان همکاری شیعیان و هزاره ها با حکومت طالبان شده است. مولوی عبدالکبیر در این دیدار گفته به شیعیان مانند دیگر افغانها در روشنایی شریعت حقوق برابر و عادلانه داده می شود. اظهارات تازه این مقام گروه طالبان در حالی است که طی نزدیک به 2 سال گذشته مراسم‌های مذهبی شیعیان از جمله عید قدیر خم و عزاداری ماه محرم فقط در مکان‌های ویژه و تحت نظارت گروه طالبان برگزار شده است و آنها نتوانستند در تمام کشور مراسم مذهبی خود را آزادانه برگزار کنند. با این حال شماری از عالمان دینی شیعه نگرانند که در صورت دائمی شدن این محدودیت‌ها دیگر نتوانند هیچ مراسم مذهبی برگزار کنند. پیش از این وزارت خارجه آمریکا با نشر گزارشی درباره آزادی مذهبی در جهان گفت که افغانستان تحت حاکمیت طالبان شاهد نقض شدید آزادی مذهبی است. دیدبان حقوق بشر هم میگوید گروه تروریستی داعش بارها به هزاره ها و دیگر اقلیت های مذهبی در مساجد، مکاتب و محل کارشان حمله کرده، اما طالبان برای محافظت از این جوامع کاری نکرده است. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به کوچ اجباری اقلیت‌های مذهبی در افغانستان گفته که طالبان اعضای جوامع شیعه را از خانه‌هایشان در چندین ولایت اخراج و زمین‌های آنان را بین حامیان خود تقسیم کردند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت آلمان با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان شما. تشکر که برای ما فرصت دادین. بفرمایید. جناب جاوید، اعمال محدودیت جهت برگزاری مراسم های عاشورا از سوی طالبان تا چه حد جدی و نگران کننده هستش؟ بله. خب طالب یک گروهی است که پشتوانه بعضی از کشورها در قدرت رسید در افغانستان، مشروعیت مردمی و همچنین مشروعیت بین المللی نداره. نظر از ما طالب یک گروه تروریستی است که تا هنوز روی مردم افغانستان مسلط شده. متاسفانه من وضعیت افغانستان خیلی خوب نمیبینم با این روی کرده که نا پیش روی خود داره.
قبلا هم طالب گفته میشد که یک حکومت افراطی تقومی است و حتی با این وضعیتی که پیش آمده گفته میتونم خیلی واضحه که طالبا یک حکومت نامشروع تک قومی و تک مذهبی است. از نظر از ما نیست که طالب این وضعیت را میخواهد به مراتب سختتر بسازه، چون اینا باورشان هم نیست که فقط باید همو قوم اونا باشه و مذهب اونا باشه و کسی دیگر نمیگذاره و داره همه را از حذف کرده. برای امزی آینده خوب رو من پیشنهاد نمی کنم و من نگران از یعوضا هستم. لازم است جامعه جهانی و همچنین دنیای تشیع این موضوع رو جدی بگیره و از وضعیتی که در افغانستان پیش آمده مقدار نگران باشن فکر می کنم. بله، برای اون بفرمایید که ادامه محدودیت های روزافزون مذهبی در افغانستان چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت؟ خب تجربه که ما در افغانستان داشتیم تا این 100 سال گذشته حداقل شیعه هزارها در افغانستان تحت فشار بودن از لحاظ قومی و از لحاظ مذهبی و نتیجه اون همه فشار منجر به این شد که در افغانستان یک جنگ سراسری داخلی به وجود بیاید و این جنگ تقریبا 40 سال 50 سال ادامه پیدا کرد و هنوز هم ادامه داره. حذف یک قوم یا حذف یک مذهب از دایره حکومت و نظام راه حل نیست و نظر ما است که در صورتی که اینا همچنین فعالیت‌های افراط‌گرایانه یا مثلا حذف یک قوم را یا مذهبشان را ادامه بدن، یک روز اینا منجر به یک جنگ داخلی بسیار خطرناک دیگه خود روبرو شدن که پاسخگو از اینا شاید طالب هم شده نتانند، چون فعلا تصمیم برازی است که خب افغانستان جنگ زیاد شده و تلاش پذیشت که از طریق گفتگوهای مسلط آمیز بیتنن مثلا روی یک تفاهم سیاسی یا اجتماعی برسن، ولی متاسفانه هر تمام کشورها همه تلاش بزید دارن که خب این مشکل را حل بکنن با طالب و طالب آمده این کار نیست. ما با این وضعیت که اینا پیش روی آورده و کج اجباری که اینا دارن، محدودیت های فعالیت های مذهبی که دارن، اشغال سرزمینی مثلا در شمال افغانستان، همه از اینا بیانگر از ایست که یک روز اینا مردم افغانستان را با یک جنگ داخلی بسیار خطرناک روبرو خواهد کردن که متاسفانه برای هیچ کس خوب نخواهد بود. ولی آنچه که ما میدانیم ایست که خب مردم افغانستان در قالب مذهب بسیار جدی هستند و با این سادگی نمیتونن مذهب را از درون مردم افغانستان برداره، بنابراین طالبا باید متوجه ازی باشن که بازی با مذهب مردم، بازی با قوم مردم، بازی با سرزمین مردم در نفع اونا نیست و دیر یا زود مردم دست به اسلحه برده با اینا جنگ. ممنونم از شما. سلطان علی جاوید از آلمان ما بودند.